چون دفعه قبل آقای روحانی رو با عارف ترجیح دادن. سوال من اینه که این دفعه هم دوستان شما در اصلاح طلبی آقای لاریجانی رو مثلا یا آقای ظریف رو به پزشکیان ترجیح نمیدن؟ نزدیک 2 میلیارد تومان ما داریم یارانه پنهان میدیم. به کی میدیم؟ به دهک‌های بالا میدیم. اون وقت مردم ما برای یه مرغ گرفتن میرن تو و بعضیا برای خریدن نون میرن نسیه نون میخرن که به نونش. عدالت رو به آزادی فروختید. میخوان اینا رو ایران رو تیکه تیکه بکنن، کردستان رو یه جایی بکنن، آذربایجان رو یه جا، خوزستان رو یه جا، بلوچستان رو یه جا و بعد بخورن و ببرن. 4 تا آدم هم اونجا بذارن هر غلطی. مسئول پزشکیان برای این ایده هایی که داره تیمش کسانی هستن. اینه که شما میگید آقا شعار انتخاباتی، یه عمر از این شعارا دادیم و مردم از خودمون راندیم. برای اینکه تصور میکنیم باید همه قدرت دست ما باشه. همین اردوغانش تو اون سالهایی که شما داشتین درس تخصصی قلب میخوندین داشته کار سیاسی عملی میکرد. حتی آقای روحانی جسارته، ما از آقای روحانیش بیشتر در سیاست بودیم. 800 میلیارد دلار در زمان آقای دکتر احمدی نژاد ارز اومد وارد کشور. خب الان شفاف نیست، چه اتفاق افتاد؟ دولتی که باید مدیریت بکنه، اداره بکنه، داره میخوره و اثرگذار نیست. و شما معتقدید که آقای روحانی در صحنه نبود خودش برای این مسائل؟ اصلا درد مملکت و حکومت داری ما یکی از اون دردهای اصلیش اینه که یه آدما اون بالا میشینن و به عنوان عقل کل میگن ما میگیم این کارو باید بکنیم. کارشناس میگه نه، کارشناسو بیرون میکنن. در صورتی که باید خودشون برن بیرون، نه کارشناس. این اگه شما همین ایده رو میتونستین اجرایی کنین، من شخصا برای شما دنبال رأی پیدا کردن میرفتم. آی پزشکیان دستور نخواهد داد که به حرفش گوش بدن. آی پزشکیان دستور اون کارشناسای علمی با تجربه رو گوش خواهد داد و پشتیبانی خواهد کرد. آقای پزشکیان برای افزایش رأیش به تکرار میکنم آقای خاتمی نیاز داره. کجا گفتم من اونجا با اونا بودم که شما حالا این حرفو میزنید؟ در کجا؟ و شما هم مثل آقای تاج‌زاده تقصیر رو در نهایت روی شورای نگهبان گذاشتید. شما از این ور میگید که همه مردم باید حضور داشته باشن، از اون ورم یه جریانی بخواد همه رو بازی نده، پس اون شکسته رو میخوریم. باید ما آدما رو ببینیم که نباید بذاریم اینا زیر دست و پای ما لهشن. به هر قیمت بگیم 7% رشد اقتصادی داریم.